سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز سه شنبه برابر است با 14 جدی سال 1400. در آغاز سرخط خبرها. تکذیب گفته های غنی درباره قصد تیرورش از سوی امارت اسلامی. واکنش های کابل و اسلام آباد درباره حصارکشی خط دیورم. ما دست از کار نمی کشیم. نصب سیم خاردار در مرز آغاز شده است. ما نمی خواهیم روابط ما با کشورهای همسایه بر اثر این چنین مسائل کوچک مخدوش شود. آغاز دومین مرحله گفتگوها بر سر قرارداد میدانهای هوایی کشور. سر از امروز مذاکرات ما دوباره آنلاین آغاز است و انشاءالله که آنلاین کار میکنیم تا وقتی که مسائل آنلاین حل شود. کاهش پروازهای عبوری از فضای افغانستان و اعلامیه مشترک پنج عضو همیشگی شورای امنیت سازمان ملل. من سبق سپهر هستم. معاون نخست رئیس الوزراء بر سهم ندادن به مقام های حکومت پیشین در کابینه امارت اسلامی تاکید می ورزد. ملا عبدالغنی برادر اعضای دولت پیشین را متهم به فساد کرده و می گوید که امارت اسلامی نمی خواهد با سهم دادن به آنان حکومت تازه افغانستان را آغشته به فساد بسازد. آقای برادر فراگیری آموزش و تحصیل را حق مرد و زن در افغانستان دانسته و تاکید می کند که روی راهکار برای ادامه آموزش زنان کار میکنن. مدینه مروت با شرح بیشتر. در ادامه دادخواهی های زنان برای تامین حق آموزش و کار، اکنون معاون نخست رئیس الوزراء که کمتر در رسانه ها ظاهر می شود، در یک گفتگو با تلویزیون ملی علت تعطیلی دانشگاه های دولتی را برخواسته از وجود برخی از چالش ها می داند و اما می گوید که امارت اسلامی می کوشد تا هرچه زودتر این چالش ها از میان برداشته شوند. په پیش اداره کې تره کم هغه تر موږ نه غواړو. موږ انشاءالله د دغه تعلیمي که زنانه په هر ځای کې کوم خپل تعلیم کوي د دوی د امنیت طریقه برابرو، وروسته به دوی بیا خپل تعلیم ته ځي. عبدالغنی برادر میگوید که امریکا در جریان مذاکرات دوحه نامهای برخی از افراد حکومت پیشین را جهت تشکیل حکومت همشمول به آنان داده بود، اما او اعضای حکومت پیشین را به فساد متهم میکنند. موږ خپل نظام په داسې خلکو باندې نه بدناموو، نه په خپل دغه کې راولو، او بې له هغه نو ما نو ما شوه نور داسې خلک شته په کښې کې کېدلی شي په تدریج باندې موږ هغه خلک بیا د ځانه سره ملګري کړو. آقای برادر در این گفتگو اتهام های قصد ترور محمد اشرف غنی و نزدیکانش را رد می کند. او همچنان درباره برسمیت شناختن حکومت تازه می گوید که کابل تمام شرط های جهانی را برای برسمیت شناخته شدن برآورده کرده است. که هر قطعه اسلامی امارت پرکلی دی چه اغا بالا دا پیجندول شرایط و تا مناسب دی. یعنی بالا باید پر رسمیت پیجندلی وای. دا چې نه پیژني نو دا د دوی یو لکه یو ظلم چې کوي. تشکیل حکومت فراگیر شرط اساسی جامعه جهانی برای برسمیت شناختن امارت اسلامی است که به شمول همسایه ها تمام کشورهای درگیر در قضایای افغانستان بر آن تاکید دارند. طالبان اسلامی امارت باید په خپل اداري تشکیل او جوړښت کې استخدام او تقرر بغیر د کوم تبعیض څخه د ادارې د اساسي اصولو پر اساس وکړي. اونها شروطی گذاشتن برای طالبان که این شروط به معنی آن است که این کشورها میخواهند در سرنوشت آینده افغانستان دخیل باشند. افزون بر تاکید تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنها به شمول حق کار و تحصیل نیست از خواستهای مهم جامعه جهانی است. وزیر خارجه پاکستان میگوید که حصارکشی در امتداد خط دیورن ادامه می‌یابد، اما اختلاف‌ها در این باره را با کابل از راه‌های دیپلماتیک حل خواهند کرد. از سوی هم کابل تنش‌های اخیر در این باره را کوچک و محلی می‌خواند، اما می‌افزاید که نمی‌خواهد با چنین مسائل کوچک روابطش را با کشورهای همسایه تیره بسازد. شیرشاه رسولی به جزئیات این گزارش پرداخته. با آنکه کابل و اسلام آباد هر دو تنش‌های اخیر بر سر حصارکشی در امتداد خط دیورن را جدی نمی‌دانند، اما در ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند دیده می‌شود که افراد منصوب به امارت اسلامی در برخی از ولایت‌ها حصارکشی‌ها را ویران می‌سازند.
اسلام آباد در واکنش تازه به این میدیوها میگوید که به حصارکشی در مرز با افغانستان ادامه میدهد. ما دست از کار نمیکشیم. نصب سیم خاردار در مرز آغاز شده است و تا زمانی که تکمیل شود ادامه خواهد یافت. افغانستان کشور دوست و برادر ماست، اما برخی فرصت طلبان مسائل را تحریک میکنند که به نفع پاکستان نیست. کابل به گونه رسمی ویران ساختن سارکشی ها در امتداد خط دیورند را تایید و یارد نمی کند، اما می گوید که اختلاف ها در این باره حل شدند. ما نمی خواهیم روابط ما با کشورهای همسایه بر اثر این چنین مسائل کوچک مخدوش شود. در آینده برای جلوگیری از این گونه رویدادها مشترکاً تلاش خواهد شد. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل سیاسی و نظامی در این باره دیدگاه های گوناگون دارند. کشور پاکستان نیز کوشش میکند که منازعه این خط را بیشتر بسازد تا توانسته باشد در این وقتی که افغانستان در یک حالت تحریم و حالت مشکلات اقتصادی، سیاسی و نظامی قرار دارد استفاده کند و بخواهد که این خط را رسمیت بدهد. پاکستان تل دویلی چی دغه تهر دوی پخپله خور مانده نگولد. یو پپول مانده پزن برخو که یو تشنوش شتا او تاو تریخوالی زن برخو که زیاد شویده. شما مود کورشی کوشش که چی دومره زیاد دی موضوع تا اهمیت وار نکلی که پاکستان نغواری چی پر رسانه او که دی موضوع بانده دیر خبری او. مسئله حصارکشی در امتداد خط دیورند نه تنها اکنون بل در حکومت پیشین نیز از مسائل اختلافی میان کابل و اسلام آباد بوده است. نیروهای هوایی امارات اسلامی بیش از 40 هواپیمای فعال دارند. رئیس کمیسیون تنظیم میدانهای هوایی ملکی و نظامی کشور میگوید که هرچند از میان 164 هواپیمای فعال در حکومت پیشین اکنون 81 هواپیما در کشور ماندند، اما از این میان 41 هواپیما فعالند. در همین حال شماری از نظامیان پیشین میگویند که امارات اسلامی در ترمیم و حفاظت از هواپیماها و ساز و برگهای دیگر نیروهای امنیتی تلاشهای بیشتر کند. جزئیات گزارش با شهرشاه رسولی. با سقوط نظام جمهوریت نیروهای هوایی آن نیز از هم پاشید. رئیس کمیسیون تنظیم میدانهای هوایی ملکی و نظامی امارات اسلامی میگوید که با سقوط حکومت پیشین بیش از نیمی از این هواپیماها به بیرون از کشور منتقل شدند. با گفته او از میان 164 هواپیمای فعال در حکومت پیشین تنها 81 هواپیما در کشور ماندند. تا امروز 41 پرونده ما شما درست جور کرده داریم، ترمیم شده از طرف انجینرهای افغان و سری دیگر هم کار شروع است. با گفته آقای حکیمی این هواپیماها از سوی نیروهای حکومت پیشین با تاجیکستان، ازبکستان، امارات متحده عرب و امریکا منتقل شدند و تلاش ها برای بازگرداندن آنها ادامه دارند. اموال یک کشور در کشورهای دیگر متعلق و مربوط به یک دولت قانونی رسمی و برخوردار از مرابطات دیپلماتیک است. هواپیماهای ارتش افغانستان در کشورهای منطقه هم حیثیت همین موضوع را دارد. ایالات متحده در جریان 20 سال حضور نظامی در افغانستان بیش از 8 میلیارد دلار برای بازسازی نیروهای هوایی کشور هزینه کرد. پنتاگون حتی وعده سپرده بود که تا سال 2024 نظام نیروهای هوایی افغانستان را از روسی به نظام آمریکایی تغییر خواهد داد، اما با سقوط نظام جمهوریت این وعده نقش بر آب شد. افغانستان مرحله دوم گفتگوهایش را برای سپردن 5 میدان هوایی کشور به شمول میدان هوایی کابل با شرکت سهامی قطر و ترکیه امروز آغاز کرد. معین اداره هوانوردی ملکی میگوید که این نهاد تلاش دارد تا برای سپردن اداره میدان هوایی کابل بهترین شرکت را با کمترین قیمت برگزیند. او تاکید می‌ورزد که برای گرفتن اداره میدان هوایی کابل دو شرکت از سه کشور داوطلب شدند. تمیم شهیر گزارش می‌دهد. مرحله دوم گفتگوها برای واگذاری ارائه خدمات 5 میدان هوایی افغانستان به شمول میدان هوایی کابل به شرکت‌های خارجی به علت گسترش ویروس کرونا به گونه آنلاین میان نمایندگان امارات اسلامی و شرکت سهامی قطری و ترکی برگزار شد. سر از امروز مذاکرات ما دوباره آنلاین آغاز است و انشاءالله که آنلاین کار میکنیم تا وقتی که مسائل آنلاین حل شود و وقتی که ضرورت به مذاکرات روی به روی بود باز انشاءالله که روی بریش هم انجام میده. معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی تاکید می‌ورزد که پیش از شرکت سهامی قطری و ترکی
با یک شرکت از امارات متحده عربی نیز درباره چگونگی واگذاری ارائه خدمات میدان هوایی کابل و چهار میدان هوایی دیگر کشور گفتگو کرده است. این وزارت می افزاید که امارات اسلامی از میان شرکت های امارات متحده عربی و شرکت سهامی قطری و ترکی یکی را با بهای مناسب و داشتن معیارهای خوب برخواهد گزید. با امارات هم گفتگوهای شده بوده در مو وقتش و ادامه داشت و بعضی مسائل هم وقت قریب به توافق رسیده بودیم و بعدا کشور ترکیه و مسئله قطر هم آمده. از گوند امارات اسلامی نه ده تقاضا ده که چون نظر که دهیشی دغه شرکتو ته بیا لار هواره کی او خپل پروازونه بیرته د دوبی څخه کابل ته پیږي او همدغه نور شرکتونه. در حال حاضر دو شرکت هوانوردی داخلی مسافران را از کابل به دیگر کشورها انتقال می دهند و برخی از شرکت های هوانوردی خارجی هر از گاه پروازهای چارتر به افغانستان انجام می دهند. زمینه ارائه خدمات پس از توزیع شناسنامه های برقی در همه مرکزهای توزیع شناسنامه های کشور فراهم خواهند شد. اداره ملی احصائیه و معلومات میگوید که خدمات چون دریافت شناسنامه، نو کردن آن، ثبت نام گروهی، ثبت تولد و ثبت ازدواج که از این پیش تنها در کمپلکس سرای شمالی فراهم می شدن، اکنون در همه مرکزهای توزیع شناسنامه های شهر کابل و ولایت ها فراهم خواهد شد. بر بنیاد فیصله اداره ملی احصایه و معلومات، تمامی خدمات پس از توزیع شناسنامه های برقی از این پس در همه مراکز توزیع شناسنامه های برقی شهر کابل و ولایت فراهم خواهند شد. د احصایه و معلومات ملی اداره ټول هیوادوال خبر ورکوي چې د الکترونیکی تذکیرو لویش څخه وروسته خدمتونه چې مسنن تذکیره تجدیدول په ټولیزه توګه د نوم ثبتول د زیږیدو او ازدواج ثبتول موارد پکې شامل وي. د کابل په شمول د هیواد په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. اداره ملی احصایه و معلومات هدف اصلی این فیصله را جلوگیری از ازدحام بیشتر مردم در دفتر مرکزی نهاد میداند. تقریبا 30% مردم یا خودشان اشتباه میکنن یا احصایه اشتباه میکنن، دیگه میتونه 30% از ازدحام اینجا کاهش پیدا کنه. یک اقدام نیک است و بسیار برای مردم سهولت میآفریده که در هر زون باشه و مردم بتونن به آسانی به کار خود برسن. در این میان شمار از شهروندان کشور از روند طولانی دریافت شناسنامه ها، وجود اشتباه در نوشتن نام ها و جزئیات دیگر در شناسنامه های برقی از سوی کارمندان اداره احصایه و نیز بلند رفتن هزینه دریافت شناسنامه ها شکایت دارند. اشتباهات زیاد داره و نقص می داشته باشه و یک جریمه دیگه هم دستر از این مندازن که مبلغ 500 افغانی است 301 دفعه اول میکنن. باز تذکیره رو میبینن اشتباه خود از واس، باز ببینی 500 دیگه از واس خدمات پاس از توزیع میگیرن. همزمان با این اداره ملی احصایه و معلومات از انتقال دفتر مرکزی خدمات پس از توزیع تذکره از کمپلکس سرای شمالی به ساختمان پیشین وزارت امور داخله در چهارراهی صدارت شهر کابل خبر میدهد. برفباری سنگین در بخش‌های از کشور جانهای چندین تن را گرفت. گزارش‌ها می‌رسانند که نزدیک به 10 تن در نتیجه برفکوچ و رویدادهای ترافیکی برخواسته. از این برفباری در ولایت‌های بدخشان، بامیان، نیمروز، فراه، جوزجان و فاریاب جان باختند و بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها میگوید که برفباری سنگین در جنوب سالنگ باعث بندش راه کابل شمال شده است و در 24 ساعت گذشته این مسیر به گونه وقفه‌ای بر روی رفت آمد باز بوده است. جزئیات این گزارش با مدینه مروت. بیش از 20 ولایت کشور در 24 ساعت گذشته گواه برفباری ها بودند، اما یک برفکوچ مرگبار در ولسوالی راغستان بدخشان جانهای 5 تن را گرفت، 2 تن را زخمی ساخت و زیانهای مالی به مردم محل وارد کرد. راه های مواصلاتی میان ولسوالی ها و قریجات محدود می باشد. مردم این ولسوالی ها از نظر اقتصادی هم دچار مشکلات بسیار فراوان می باشند. در همین حال از وقوع چندین رویداد ترافیکی در نتیجه برفباری و سرازیر شدن سیلاب در ولایت‌های فاریاب، لغمان، بامیان، جوزجان، فاریاب و نیمروز نیز گزارش شده است. از جان باختن حدود 5 تن دیگر و زخمی شدن 33 تن در نتیجه این رویدادها خبر می‌رسد. هغه متضرر ولایتونه چې په الحال واوره پکې ورېدلې او یا سیلابونه دي، نور
گواندی ولایتونو ته هدایت شوی دی د امارت اسلامی د مشرتابه د خانه چې هر څه زر هغوی سره کمکونه وکړي. بارانهای شدید در جنوب کشور سبب سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی میوند کندهار و بسته شدن شاهرای کندهار هلمند شدند. سه صبح و باران و ده باران دلال سخی پازاب و رورت دیوان وچ زای نداره بازسته و مومنان مجرل و مومنان بغاری ولی پا کم زای که ننه بازو کچیر پناکو. از سوی دیگر اداره ملی حفاظت از محیط زیست با پخش اعلامیه از مردم خواسته است که برای تقویت منابع آبی زیرزمینی چاه‌ها حفر نمایند و برف بام و حولی خودشان را در این چاه‌ها بیاندازند. ادامه خبر شش. پروازهای عبوری از فضای افغانستان به گونه چشمگیر کاهش یافته است. اداره هوانوردی ملکی میگوید که در 24 ساعت 60 تا 70 هواپیما از فضای کشور عبور میکند و عبور هر هواپیما از حریم فضایی کشور $700 به افغانستان درآمد دارد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی تاکید میورزد که پس از واگذاری ارائه خدمات میدانهای هوایی به شرکت واجد و شرایط پروازهای عبوری از فضای کشور نیز افزایش خواهد یافت. تمیم شهیر گزارش می‌دهد. شمار پروازهای عبوری از فضای افغانستان از 300 پرواز به 60 پرواز کاهش یافته است. در نظام جمهوری در 24 ساعت 300 هواپیما از فضای کشور عبور می‌کرد. معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که حالا در 24 ساعت با کمک کشورهای همسایه شمار از هواپیماها از فضای کشور عبور می‌کنند و حریم فضایی کشور بر روی هواپیماها مسنون است. در این روزا ارقامی که نشان می‌ده در حدود 60-70 پرواز از فضای ما عبور می‌کنه در 24 ساعت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که یکی از هدف‌های واگذاری میدان‌های هوایی کشور به شرکت واجد شرایط افزایش پروازهای عبوری از فضای افغانستان است. موږ چې کله ښه خدمات وړاندې کړی شو نو هوایی چلندونه هوایی ایرلاینونه بیا خدمات چې کله ورکوي بیا موږ افغانستان د خاورې نه د فضا نه ورته تیرېدل اقتصادي تمامیږي انشاءالله ترې عبور به کوي. در حال حاضر شرکت های بین المللی فضای افغانستان مسئول نمیدانند، بنابراین تمام خطوط هوایی خود تغییر دادن، از مسیرهای دیگه استفاده میکنند. آمارهای وزارت ترانسپورت و هوانوردی نشان می‌دهد که افغانستان بیش از 6 دهلیز هوایی دارد که بسیاری این دهلیزها جنوب آسیا را با آسیای مرکزی وصل می‌کند و از همین دهلیزهای هوایی هواپیماها از حریم فضایی کشور عبور می‌کنند. با همین ترتیب رسیدیم به پایان خبر شش. از همراهیتان سپاسگزارم. تا سلام دیگر در فراخبر.